سلام دوستو، امید که جور و سعادتمند باشین. بازم به یک ویدیو جدید من خوش اومدین. امروز من میخوایم طریقه آماده ساختن الوای آرد سوجی و تخمه با شما به اشتراک بگذارم که واقعا یک الوای بسیار زیاد مزه دار است و شما اگه یک باری الوا را آماده بسازین، من مطمئن هستم که همیشه ای را آماده میسازین. قسمی که از رنگش معلوم میشه ای بسیار خوشمزه است. خب ابتدا من مواد لازم شه به شما معرفی میکنم. مواد که ما به خاطر الوای آرد سوجی با تخم ذرت داریم عبارتند از آرد سوجی یک گلاس، آرد برنج نیم گلاس، بوره یک گلاس، تخم مرغ 3 عدد، شیر مایه 2 گلاس، مسکه یا روغن کمتر از یک گلاس، یعنی از قسمت 3 یک گلاس، ایل نیم قاشق چای خوری، رنگ غذا کم با نوک قاشق، زردچوبه از زیر میده از هر کدام نیم قاشق چای خوری، میخک ایل و لونگ از هر کدام 2-3 عدد، پسته، بادام و ناریال قدر ضرورت. در قدم نخست ما تمام مواد که ضرورت داریم ای را آماده میسازیم. البته ببینین آرد سوجی و آرد برنج و همچنان تخم ایل و تمام مواد آماده ساختیم. در قدم دوم تخمه در یک کاسه اضافه میکنیم، بالای زیبوره، زرچوبه اضافه میکنیم و همچنان یک اندازه ایل، ایل چای و تمام مواد خوب با هم به این شکل مخلوط میکنیم و ایره ما تا زمان به این شکل ملت میزنیم تا تمام مواد خوب با هم مخلوط شد. به تعقیبش شیر مایه را اضافه میکنیم و بازم تمام مواد خوب مخلوط میکنیم و همین که این مخلوط شد بعدن ایره توسط چای صاف یا جالی صاف میکنیم و ایره کنار میگذاریم. در قدم بعدی مسکر را در کرایی اضافه میکنیم و میمانیم تا داغ شود. بعدن ایل و میخک اضافه میکنیم و ایره کم سرخ میکنیم. به تعقیبش هر دو آرد برنج و آرد سوجی را اضافه میکنیم و ایره در روغن خوب به میشکل سرخ میکنیم. میبینین ای را باید شما دوامدار چمچه بزنین به خاطر از اینکه لغت نشه. و حال ما حرارت خاموش میکنیم و همی تخم و شیرک آماده ساختیم. ای را کم کم اضافه میکنیم و به می شکل ای را زود زود چمچه میزنیم تا آرد لغت نشه. و به می شکل ای را چمچه زده میریم و همی که تمام مواد حل شد ما حرارت روشن میکنیم و ای را میمانیم تا الوای ما آماده شد. البته همی که ما ایر چمچه ساده میریم آسته استه الوا خود جمع کده میره و آماده میشه. همی که الوا خود جمع کد و تقریبا نزدیک با آماده شدن بود بعدا کشمش، پسته، بادام و همچنان یک اندازه ناریال میده هم اضافه میکنیم و این نظر به خواست خودتان است که چارمغز، پسته، بادام هر چیز خواسته باشین اضافه کنین و اگر خوش ندارین میتونین تنها ایل اضافه کنین. خب آلی را دم میدیم و همی که دم کشید ایر در یک ظرف میکشیم. ببینین الوا به این شکل آماده شده، شما میتونید در یک ظرف بکشین و یا ای که به این شکل ایره در یک کاغذک به این شکل بکشیم. من از این قالبک ها استفاده کردم. خب دوستا ای الواش بسیار مزه‌دار است و همچنان چون از تخم استفاده میکنیم اصلا بوی تخم نمیده و مزه از ای فوق‌العاده است. شما یک بار آماده بسازین و در کامنت به من نوشته کنین که آیا خوشتان آمد، مزه‌دار است یا نه. خب اگه این کلیپ ما خوشتان آمد حتما با دوستایتان شریک بسازین و همچنان لایک کنین و در صورت که کدام سوال داشته باشین میتونین از طریق کامنت از ما بپرسین، حتما جواب داده میشه و شما ما را همچنان میتونین در اینستاگرام و یوتیوب هم دنبال کنین. خداوند یار و مددگارتان. خدا حافظ.